دقیقی دیگر با اخبار جمعه سوم تیر ماه 1390 از رسانه سبز ایران رسا با شما خواهیم بود. و اما مهمترین عناوین خبری امشب: اعتصاب غذای 6 تن از زندانیان سیاسی رجای شهر در حمایت از 12 زندانی بند 350، مجمع مدرسین و محققین به زندانیان سیاسی اعتصاب غذای خود را بشکنید، جامعه نیازمند شماست. درخواست خانواده آیت الله طالقانی، همسران شهید همت و شهید باکری و جوانان اصلاح طلب برای پایان بخشیدن به اعتصاب غذای زندانیان، اعتصاب غذا، روزه سیاسی و مراسم افطاری دانشجویان در حمایت از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده. آیت الله دستغیب گفت آزادی مهندس موسوی و حجت الاسلام کروبی خواسته مؤمنین و دوستداران نظام. و انتقاد مجید انصاری از بیتوجهی مجلس هفتم و دولت نهم به برنامه چهارم توسعه. سلام و شب بخیر میگم خدمت شما بینندگان محترم شبکه رسا با اخبار جمعه سوم تیر ماه 1390 در خدمت شما هستم. حمایت ها از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده اوین همچنان ادامه داره. 6 تن از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج از روز گذشته در حمایت از 12 زندانی بند 350 اوین اعتصاب غذای خود را آغاز کردند. به گزارش خبرنگار کلمه، کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، علی عجمی، جعفر اقدامی و حشمت الله تبرزدی 6 زندانی سیاسی زندان رجای شهر کرج هستند که اعلام کردند تا زمانی که همراهانشان در بند 350 اوین در اعتصاب غذا هستند با آنان همراه خواهند بود و اعتصاب می‌کنند. لازم به ذکر است که 12 زندانی سیاسی بند 350 اوین در اعتراض به جانباختن خدا صابر و حاله صحابی از روز شنبه دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند. خانواده های این زندانیان گفتند که این زندانیان خواهان معرفی و مجازات عاملان قتل خدا صابر و حاله صحابی هستند و مسئولان باید به این خواسته توجه کرده و از رخداد فاجعه دیگر جلوگیری کنند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم خطاب به زندانیان سیاسی گفت اعتصاب غذای خود را بشکنید، جامعه نیازمند شماست. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای ضمن محکومیت بی‌عدالتی‌هایی که بر زندانیان سیاسی رفته است، زندانیان سیاسی بند 350 اوین را با توجه به نیاز جامعه دعوت به شکستن اعتصاب غذا کرده است. به گزارش سایت مجمع مدرسین و محققین در این اطلاعیه آمده است عده‌ای از زندانیان سیاسی جهت اعتراض به برخی از جفاهایی که بر آنان می‌رود و نیز به دنبال از دست رفتن مظلومانه حال صحابی و خدا صابر دست به اعتصاب غذا زدند. این فریادهای مظلومانه برای دفع ستم و مبارزه با هر گونه بی‌عدالتی قابل تقدیر و ستایش است. درخواست ها برای پایان دادن به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی معترض همچنان ادامه دارد. خانواده آیت الله طالقانی از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده درخواست کردند که به خاطر حفظ سلامتیشان به اعتصاب غذای خود خاتمه دهند. به گزارش جرس در این نامه آمده است تقاضا داریم هرچه سریعتر به اعتصاب غذای خود پایان دهید، زیرا این سرزمین و مردمان غیرتمندان به وجود شما دردمندان ایثارگر نیاز دارد. همچنین همسران شهیدان باکری و همت در نامه خطاب به زندانیان اعتصاب کننده خواستار پایان دادن به این اعتصاب شدند. به گزارش کلمه در نامه خانواده شهید باکری و شهید همت آمده است میدانیم آنچه بر شما این روزها گذشته چقدر سنگین بوده است و یقینا شما طبق وظیفه انسانی و شرعی خود برای نشان دادن اعتراضتان دست به اعتصاب غذا زده اید.
یعنی با تنها وسیله ای که در اختیار دارید، یعنی جانتان، به میدان آمده اید تا بلکه جلوی این ظلم آشکار را بگیرید. میدانیم این روزها برای شما و خانواده تان سخت میگذرد و میدانیم که هیچگاه خون بیگناه بر زمین نخواهد ماند. این را تاریخ نشان داده. با شرمندگی از شما تقاضا میکنیم که به اعتصاب قضای خود پایان دهید. در ادامه پیام ها جوانان اصلاح طلب اعلام کردند صدای حلم ناصر ینصرنی 18 نفر از شریفترین فرزندان ایران را بشنوید. به گزارش نوروز جمعی از جوانان اصلاح طلب در بیانیه‌ای با اشاره به پیوستن 6 نفر از زندانیان سیاسی رجای شهر به اعتصاب کنندگان بند 350 زندان اوین از آنها مصرانه خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهند. آنها همچنین اعلام کردند اینک 18 نفر از شریفترین فرزندان این سرزمین با ایثار و فداکاری و گذشتن از سلامتی خود ایستادند تا ظلم بیش از این ریشه ندوانده و تاریکی بیش از این بر این سرزمین سایه نیفکند. اینک بر ماست که صدای حلم ناصر ینصرنی آنان را بشنویم. جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت که در حمایت از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده بند 350 اوین و زندانیان سیاسی رجای شهر کرج روزه گرفته بودند، مراسم افطاریشان را برگزار کردند. به گزارش کلمه در این مراسم دانشجویان سبز یاد و خاطره شهید حال صحابی و شهید خدا صابر را گرامی داشته و حمایت دوباره خود را از مواضع زندانیان سیاسی اعلام کردند. همچنین جمعی از فعالان سیاسی تبریز با انتشار بیانیه اعلام کردند که روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه اقدام به گرفتن روزه سیاسی در حمایت از زندانیان اعتصاب کننده در زندان اوین و زندان رجای شهر خواهند کرد. در ادامه اعلام حمایت ها از اعتصاب قضای اعتراضی زندانیان سیاسی، کوهیار گودرزی، فعال دانشجویی حقوق بشری، خبر از اعتصاب قضای خود در حمایت از زندانیان داد. گفتنی است این فعال دانشجویی از دانشجویان محروم از تحصیل و بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات بود. آیت الله دستغیب گفت علما را تهدید کردند که از وضع موجود انتقادی نکنند. آیت الله سید علی محمد دستغیب مرجع تقلید ساکن شیراز در سخنانی از صرف ثروت‌های ملی برای سرکوب مردم سوریه به جای هزینه کردن برای مردم انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه ظلم‌های صورت گرفته در برخورد با زندانیان سیاسی و به خصوص در حق عزت الله صحابی، حال صحابی و خدا صابر خلاف شرع و قانون بوده است. آیت الله دستغیب همچنین تاکید کرد که علما و فقهای کشور برای سکوت و انتقاد نکردن از وضع موجود تحت فشار قرار دارند و مورد تهدید از سوی حکومت قرار گرفتند. به گزارش حدیث سرب آیت الله عظما دستغیب با اشاره به اینکه خواسته های مؤمنین و دوستداران نظام آزادی مهندس موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی است گفت خواسته های مؤمنین و دوستانی که جمهوری اسلامی را می‌خواهند این است که آقایان موسوی و کروبی آزاد شوند. مجید انصاری گفت اگر مجلس هفتم و دولت نهم به برنامه چهارم توسعه اعتنا می‌کردند این فشارهای اقتصادی کمرشکن به مردم تحمیل نمی‌شد. مجید انصاری در گفتگو با خبر آنلاین گفته است برنامه چهارم برنامه کارآمد بود که در آن هدفمند کردن یارانه ها با شیب قابل قبول و ملایم در ظرف 5 سال محقق می شد. اگر به تمام ابعاد این قانون در کشور توجه می شد مشکلات موجود در کشور به وجود نمی آمد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با دفاع از برنامه چهارم تصریح کرد برنامه چهارم تدابیری را اندیشیده بود که دستیابی به شاخصهای توسعه امکان پذیر شود. این برنامه بسترهایی را در جامعه مهیا کرده بود تا رشد 8% اقتصاد و جلب سرمایه‌گذاری خارجی محقق شود. انصاری تلاش برای تکرقمی کردن نرخ بیکاری و تورم را از تأثیراتی دانست که به دنبال اجرای این برنامه محقق می شد، اما مجلس هفتم با قانون تثبیت قیمت ها این تلاش ها را هدر داد و اجازه نداد افزایش قیمت ها با شیب ملایم اجرا شود. در این بخش با خبرهای کوتاه همراه شما هستم.
وضعیت جسمی برخی از اعتصاب کنندگان نگران کننده است. بر اساس خبرهای رسیده، محسن امینزاده، معاون وزیر امور خارجه در دولت خاتمی، در پی اعتصاب قضا دچار افزایش شدید فشار خون شده و وضعیت جسمی نامناسبی دارد. تا کنون از انتقال او به بهداری زندان اوین و یا بیمارستان خودداری شده است. در همین خصوص نامه 162 پزشک به قاضی القضات آقای آموری لاریجانی سکوت جایز نیست. 162 نفر از اعضای جامعه پزشکی کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی سریع بدون اغماز و مجازات مقصرین و مسئولین فجایع اندوهبار در رابطه با مرگ مرحوم خدا صابر و مرحوم خالص صحابی شدند. آنها در بخشی از این نامه مهم با امضاهای مشخص آوردند اعضای جامعه پزشکی کشور که در قبال سلامت آحاد جامعه احساس مسئولیت می کنند نمی توانند در قبال بی‌توجهی مسئولین و تکرار این وقایع سکوت کنند. مدیرعامل منطقه آزاد اروند بازداشت شد. فارس خبرگزاری وابسته به سپاه نوشت علی اصغر پرهیزگار مدیرعامل منطقه آزاد اروند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آنگونه که از سوابق پرهیزگار مشخص است به ارتباط نزدیکی با حمید بقایی معاون رئیس دولت و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد و ماه گذشته از سوی بقایی مورد تقدیر واقع شد. در صورت عدم درمان مهدی کوهکن پای وی قطع خواهد شد. به گزارش رهانا مهدی کوهکن زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین نیازمند عمل جراحی است، اما مسئولین قضایی و دادستانی تهران با توقف درمان او و عدم اعزام این زندانی به بیمارستان وضعیت بدی را برایش به وجود آوردند، وضعیتی که ممکن است باعث از دست دادن پایش شود. بر اساس این گزارش مهدی کوهکن با نگارش نامه‌ای از درون زندان درباره این موضوع نوشته است توقف اجباری روند درمانی باعث عفونت پایم شده است و ناچار برای جلوگیری از گسترش عفونت و مهار شدن آن به استفاده از قرص‌های آنتی بیوتیک روی آوردم که استفاده مکرر از این داروها مشکلات گوارشی برایم به وجود آورده است. علی پور سلیمان عضو شورای مرکزی سازمان معلمان بعد از دو هفته حبس در بند 2 الف سپاه سرانجام به بند 350 زندان اوین منتقل شد. به گزارش خبرنگار کلمه وی صبح روز 12 خرداد ماه توسط نیروهای لباس شخصی پس از ضرب و شتم بازداشت شد، به طوری که هنوز آثار ضرب و شتم بر بدن این زندانی مشهود است. این معلم زندانی مسئول کمیته تشکیلات سازمان معلمان ایران است که غیر از فعالیت‌های صنفی برای معلمان هیچ فعالیتی سیاسی نکرده است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به دلیل اتهامات مالی و وجود پرونده‌های فراوان در قوه قضاییه بازداشت شد. اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرگزاری مهر پیش از این نیز کمیسیون امنیت ملی به دلیل اتهامات فراوان ملکزاده هشدارهای زیادی به وزیر امور خارجه داده بود و همچنین دیگر نهادهای دولتی. چند روز پیش ملکزاده از سوی وزیر امور خارجه به سمت معاون اداری مالی این وزارتخانه منصوب شد که این انتصاب با واکنش شدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعلام وصول استیضاح علی اکبر صالحی با 33 امضا منجر شد. در پی فشار نمایندگان مجلس شریف ملکزاده سه‌شنبه 31 خرداد ما از این سمت استعفا داد و وزیر امور خارجه نیز به سرعت با استعفای وی موافقت و این مسئله را طی یک نامه رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی اطلاع داد.